سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم خبرهای امروز را با خبری در ارتباط با حمله مسلحانه به دفتر یک نشریه در پاریس آغاز بکنم. صبح امروز چهارشنبه در جریان حمله مسلحانه افراد ناشناس به دفتر مجله فوکاهی شارل ابدو در پاریس دستکم دوازده نفر جان خود را از دست دادند. ها همچنین از مجروح شدن حداقل ده نفر حکایت دارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با حضور در صحنه جنایت حمله به دفتر این مجله را یک حمله تروریستی توصیف کرد و مانوئل والز نخست وزیر فرانسه از برقراری وضعیت اضطراری در کشور خبر داد محمد رزا شاهید از پاریس و جزئیات بیشتر از این خبر همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. ساعت یازده و نیم صبح دو تروریست با کلاشینکو وارد ساختمان نشریه چارلی دو شدند. نشریه به تازگی به محل جدید آمده بود زیرا قبلا مورد تهدید قرار گرفته بود. یک اتومبیل پلیس در بیرون ساختمان مورد حجوم تروریست ها قرار گرفت و سپس یک پلیس محافظ در داخل ساختمان به قتل رسید تا این لحظه تعداد روزنامهنگاران کشته شده دوازده نفر و چهار نفر در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند دو تروریست آگاهانه روز و ساعت تجمع هیئت تحریریه را میدانستند آنها اسامی برخی از روزنامهنگاران را فریاد میزدند و سپس با فریاد الله اکبر میگفتند انتقام پیامبر را میگیرند نشریه چارلی ابدو به دلیل چاپ کاریکاتورهای پیامبر بارها مورد تهدید قرار گرفته بود در جمع کشته شدگان دو کاریکاتوریست مشهور و بین المللی ولانسکی و کبو و همینطور شب مدیر و سردبیر نشریه در جمع کشته شدگان هستند فرانسه چنین وسعت وحشیگری را در پنجاه سال گذشته ندیده است آقای فرانسوا اولان رئیس جمهور بلافاصله به محل رفت او ساعت هشت امشب از تلویزیون با مردم سخن خواهند گفت. جامعه مسلمانان پاریس این عمل وحشی را محکوم کرد و قاتلین بعد از تصادف با اتومبیل پلیس و تیراندازی به آنها متواری شدند. فاجعه در وسعت باور خبر به حدی است که حتی نگاران اعزامی به محل قادر به انجام کار و گزارش خود نیستند. پاریس تلویزیون ایران فردا صبح امروز چهارشنبه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده مقابل دانشکده پلیس در صنعا پایتخت یمن 90 نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت این انفجار زمانی رخ داد که گروهی از متقاضیان استخدام در اداره پلیس صنعا مقابل ساختمان دانشکده پلیس تجمع کرده بودند منابع امنیتی شمار اولیه کشته شدگان را نزدیک به چهل نفر و مجروحان را بیش از پنجاه نفر اعلام کردند به گفته این منابع قربانیان از دانشجویان دانشکده پلیس داوطلبانی که برای استخدام صف کشیده بودند و آبران عادی بودند تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است آیت الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه همه باید به دولت کمک کنند خطاب به اعضای دولت حسن روحانی هشدار داده حاشیه سازی نکنند آقای خامنه امروز در جلسه ای گفت دولتی ها ضمن خودداری از بیان حرف های غیر لازم دو دستگی به وجود نیاورند حسن روحانی رئیس جمهور به تازگی گفته آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست و پیشنهاد برگزاری همه پرسید در یک مسئله مهم مورد اختلاف را مطرح کرد. رهبر جمهوری اسلامی از دولت خواسته که تمرکز خود را تنها بر مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها نگذارد و با تکیه بر نیروهای داخلی حربه تحریم را از دست دشمن غیرقابل اعتماد خارج کند به گفته هیچ کس تصور نکند دشمن از خواست و خصومت دست برمیدارد. زمزمه هایی در مورد پیشنهاد سفر هاشمی رفسنجانی به عربستان سعودی و نقش او در مذاکره در مورد قیمت نفت موجب عصبانیت روزنامه های اصولگرا شده است. محمد رضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس و سیاستمداران نزدیک به اصلاح طلبان در مصاحبه ای که در روز 15 دی ماه با ایسکا نیوز داشت از نقش اکبر حاشمی رفسنجانی در مذاکره در مورد قیمت نفت با عربستان سعودی صحبت کرد این پیشنهاد در روزنامه آرمان روز 16 دی ماه منجر به تیتری شد که عصبانیت های اصولگرا را به دنبال داشت آقای تابش در مصاحبه خود گفته بود کسانی که از هاشمی خواستند که به عربستان سفر کند برخی روحانیون عالی رتبه و مراجع هستند اما نام آنها را نیاورد آقای تابش سفر احتمالی هاشمی به عربستان را به رایزنی کاهش قیمت نفت ارتباط داد روزنامه اصولگرا نسبت به صحبت تابش و سرمقاله آرمان در مورد نقش هاشمی برای پایین آوردن قیمت نفت موضع منفی گرفتند سرات نیوز با تمسخر تیتر آرمان می نویسد هاشمی زنگ بزند به بهشت می رویم. چشم امید ملت به گوشی تلفن رفسنجانی مقاله سرات نیوز در نقد سفر احتمالی هاشمی رفسنجانی به عربستان دو موضوع را مطرح می کند. اول هیچ نشانه ای از دعوت از هاشمی به عربستان وجود ندارد و دوم عربستان سعودی حتی به نامه هاشمی رفسنجانی برای بازنگری در حکم اعدام شیخ باقر نمر روحانی و مبلغ شیعه ساکن عربستان هم توجه نشان نداده است روزنامه های اصولگرا پیشنهاد به هاشمی برای سفر به عربستان را بهانه ای برای مطرح کردن این شخصیت سیاسی در حوزه روابط بین المللی جمهوری اسلامی می دانند. در پاسخ به مسئله دعوت هاشمی رفسنجانی به عربستان محمد هاشمی برادر و رئیس دفتر او در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته عربستان دو سه سال است که از ایشان دعوت کرده و سفیر جدیدشان وقتی به دیدار آقای هاشمی آمد این دعوت را تکرار کرد و گفت که منتظر شما هستیم اما ایشان هیچگاه زمانی را تعیین نکردند در پاسخ به سوال فارس نیوز درباره زمان این سفر احتمالی محمد هاشمی گفته است نمیدانم برنامهشان چیست در این شرایط منطقه تحلیل های رسان ها این است که بازیگران اصلی منطقه را ایران و عربستان می دانند. از طرفی بسیاری از سران و دیپلمات های منطقه ای و گاه بین المللی در دیدار با هاشمی رفسنجانی به استناد گذشته مطرح می کنند که ایشان می تواند در تغییر وضعیت منطقه ای در راستای همزیستی مسالمت آمیز موثر باشد بنابراین از سفر ایشان توقع تغییر در روابط فعلی منطقه‌ای وجود دارد بنابراین باید شرایط تحقق توقعات فراهم باشد در ادامه محمد هاشمی این سفر احتمالی را مشروط به داشتن اختیاراتی که مستلزم حل مسائل و مشکلات منطقه باشد می کند. پیش از محمد هاشمی قدرت الله علی خانی مشاور پارلمانی هاشمی رفسنجانی گفته بود که چندین مرتبه از سوی عربستان دوتنامه هایی برای آقای هاشمی ارسال شده اما در مورد تاریخ این دوتنامه ها یا مناسبت آنها صحبتی نکرد. محمد رضا تابش تا کنون تنها سیاست است که با سراحت از نقش هاشمی در مورد رایزنی برای کاهش قیمت نفت صحبت به میان آورده است. او در این خصوص گفته است قیمت نفت نشأت گرفته از فعل و سیاسی است و عربستان نقش تعیین کننده ای دارد لذا باید از طریق دیپلماسی این مسئله را دنبال کنیم و خود عربستان هم باید توجه کند که در این کاهش بیشتر از 100 میلیارد دلار متضرر می شود هاشمی رفسنجانی هم در دیداری که با سفیان میمونی سفیر الجزایر در تهران در روز دهم ده دی ماه داشت مسئله رایزنی با کشورهای منطقه برای بالا بردن قیمت نفت را مطرح کرد او در این دیدار تاکید کرد که مشکل کاهش شدید قیمت نفت را در زمان ریاست جمهوری خود که با عنوان دولت سازندگی مشهور بود با کمک عربستان سعودی حل کرده است حاشمی رفسنجانی در این دیدار از کاهش قیمت نفت ابراز تاسف کرد با آن را مرتبط به سیاست های غلط اوپک دانست و تاکید کرد که اوپک سازمانی برای حمایت از تولید کنندگان نفت است و نباید تحت تاثیر زیاد خواهی های مصرف کنندگان نفت قرار گیرد. قدرت الله علی خانی نیز در صحبت های روز 16 همه دی خود به تاثیر هاشمی رفسنجانی به مدیریت قیمت نفت و جلوگیری از کاهش قیمت توسط عربستان اشاره کرده و گفته خود عربستان نیز از شرایط کنونی ضرر بسیار زیادی متحمل شده است بنابراین نمیتوان گفت که کاهش قیمت نفت در ایران متاثر از عربستان است به نظر می آید که منطق این رایزنی های احتمالی بر این اساس پیش خواهد رفت که به عربستان ثابت شود که خود این کشور هم از پایین بودن بهای نفت ضرر خواهد کرد. کاهش قیمت نفت معزل جدید دولت حسن روحانی و به طور کلی جمهوری اسلامی ایران است و این کشور را با کاهش درآمدهای نفتی مواجه کرده است. اسحاق جانگیری معاون اول روحانی پیش از آغاز سال 2015 میلادی هشدار داده بود که دولت در لایحه بودجه سال 94 بهای هر بشک نفت را 72 دلار محاسبه کرده و برخی از کارشناسان احتمال میدهند که قیمت نفت در سال آینده به بشکه کمتر از 50 دلار نیز برسد. سید حسین کازمینی بروجردی زندانی عقیدتی که در حال سپری کردن نهمین سال از محکومیت یازده ساله خود است با وضعیت وخیم جسمی در زندان مواجه است. بنابر رسانه ها روز 13 دیما که خانواده این زندانی عقیدتی به زندان اوین مراجعه کردند آقای کازمینی بروجردی را در وضعیت نگران کننده ای دیدند در حالی که وی قادر به راه رفتن نبوده و با کمک دو نفر از زندانیان به محل ملاقات آورده شده است سید حسین کازمینی بروجردی منتقد شیوه حکومتی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و اسلام سیاسی را روش مناسبی برای حکومتداری و اداره جامعه ایران نمیداند در رویدادی دیگر وکیل سراجدین میردامادی گفت که موکلش با تودیع وسیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی آمده است سازمان درهای باز فهرستی از پنجاه کشور جهان را منتشر کرد که در آنها مسیحیان مورد آزار و تبعیض و پیگرد قرار میگیرند در این فهرست جمهوری اسلامی در میان ده کشور نخست در جایگاه هفتم قرار دارد کره شمالی در مقام اول جدول قرار دارد و سومالی، عراق، سوریه، افغانستان، سودان، ایران، پاکستان، اریتره و نیجریه در مقام های دوم تا دهم ده جای گرفتند. وضعیت مسیحیان ایران از مسیحیان پاکستان نیز بدتر گزارش شده است. در جمهوری اسلامی نوکیشان مسیحی مورد پیگرد قرار می و به عنوان بازگشت از دین زندانی و تهدید به اعدام می شوند. آمار دقیقی از تعداد مسیحیان ایران وجود ندارد اما شمار آنها کمتر از یک درصد جمعیت 78 میلیونی کشور برآورد می شود. کانون نویسندگان ایران خبر داد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با احضار یکی از اعضای این کانون از برگزاری نشست ادبی این نهاد جلوگیری کرده است قرار بود نشست ادبی کانون نویسندگان ایران در منزل یکی از اعضای این کانون برگزار شود اما روز دوشنبه این عضو کانون به یکی از اداره های وزارت اطلاعات احضار شده و از او خواستند این جلسه را لغو کند در غیر این صورت نیروی انتظامی مداخله خواهد کرد در اواخر ماه گذشته نیز مأموران امنیتی با احضار یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از برگزاری جلسه جمع مشورتی کانون در خانه وی جلوگیری کردند کانون نویسندگان ایران که از سال 47 خورشیدی بنیان گذاشته شد در سالهای بعد از انقلاب 57 با برخورد امنیتی از هر گونه حضور اجتماعی من شده است. دولت اسرائیل میگوید قطر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس را از این کشور اخراج کرده است سران حماس این ادعا را رد می کنند قطر هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است دولت اسرائیل روز سهشنبه 16 دی اعلام کرد قطر رئیس دفتر سیاسی حماس را اخراج کرده است آمریکا در صورت صحت می تواند پیروزی سیاسی بزرگی برای اسرائیل محسوب شود. مقامات حماس ادعای اسرائیل را بیپایه و اساس خواندند. بر اساس این ادعا خالد مشعل به ترکیه خواهد رفت. وزارت خارجه اسرائیل روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از تصمیم قطر برای اخراج خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس به ترکیه استقبال می کند. در این بیانیه اشاره می شود تصمیم قطر پس از فشارهای دیپلماتیک اسرائیل گرفته شده است. وزارت خارجه اسرائیل در این بیانیه اعلام کرد ما از دولت ترکیه انتظار داریم تا رفتار مسئولانه مشابهی از خود نشان دهد. مقامات حماس اما در قطر و غزه ادعای اسرائیل را رد کردند. یکی از رهبران حماس و از نزدیکان خالد مشعل صحت موضوع اخراج خالد مشعل از دوه را رد کرد. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت ترک دوه از سوی برادر خالد مشعل هیچ مبنای صحیحی ندارد. ما همکنون در دوه هستیم. سخنگوی حماس در قطر و صلاح بردویل یکی از مقامات حماس در غزه نیز صحت اخراج خالد مشعل را رد کردند. در ترکیه وزارت امور خارجه اعلام کرد اطلاعاتی مبنی بر تصمیم قطر برای اخراج مشعل به ترکیه یا تصمیم شخصی مشعل برای ورود به این کشور دریافت نکرده است. در آخرین دور از درگیری های سنگین حماس و اسرائیل که به جنگی پنجاه روزه در تابستان 2014 منجر شد، 2100 نفر فلسطینی و 72 اسرائیلی کشته شدند. خالد مشعل با شروع جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 به قطر نقل مکان کرد. یکی از مقامات اسرائیل درباره اینکه موضوع اخراج خالد مشعل از قطر از سوی حماس رد شده است، گفت که دولت اسرائیل در این باره اطلاعات جدی و قابل اتکایی از طریق کانال‌های رسمی دریافت کرده است. این مقام اسرائیلی که نخواست نامش ذکر شود از پاسخ به اینکه آیا قطر خود این موضوع را به اسرائیل اعلام کرده است یا خیر خودداری کرد اسرائیل در قطر تنها دفتر حافظ منافع دارد و روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح محدودی است هنوز قطر درباره ادعای اسرائیل مبنی بر اخراج رئیس دفتر سیاسی حماس نزد نداده است در پی توافقی که در ماه نوامبر 2014 بین قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی صورت گرفت، قطر موافقت کرد تا به مواردی در سیاست خارجی خود پایبندی نشان دهد. گفته می شود این موارد به صورت گسترده در رابطه با حمایت های این کشور از گروه های اسلامگرا در منطقه بوده است. جزئیات این توافق منتشر نشده است. پیشتر در سال گذشته پس از آنکه امارات، عربستان و بحرین سفرای خود را از دوه فراخواندند، تعدادی از اعضای اخوان المسلمین مجبور به ترک قطر شدند. سفرای سه کشور عربی پس از توافق ماه نوامبر به قطر بازگشتند. با این همه روابط خسمانه مصر و قطر همچنان ادامه دارد. شبکه تلویزیونی الجزیره که مقر آن در قطر است ماهاست نمیتواند درباره مصر گزارش دهد دادگاهی نیز در شهر قاهره سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به اتهام حمایت از حزب اسلامگرای اخوان المسلمین مصر به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است خبر اخراج رئیس دفتر سیاسی حماس از قطر در حالی در رسانه ها منتشر می شود که هنوز چند روزی از انتشار خبر تقویت روابط عربستان سعودی با قطر و مصر نگذشته است. کنگره جدید آمریکا با اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا و نمایندگان آغاز به کار کرد. حزب جمهوری خواه پس از مغلوب کردن دموکراتها در انتخابات میان ماه نوامبر کنترل اکثریت کرسی های مجلس سنا را به دست آورد و در مجلس نمایندگان نیز توانست به اکثریتی دست یابد که در هفتاد سال گذشته بی سابقه بوده است. جمهوری خواهان اکنون بررسی لوایح معروف باراک اوباما از جمله لایحه بهداشت عمومی و طرح مهاجرت را در دستور کار قرار خواهند داد. قرار است باراک اوباما هفته آینده با رهبران فراکسیون دو حزب در کنگره دیدار کند. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران روز سهشنبه 16 دی ماه اعلام کرد عمق 40 کیلومتری خاک عراق خط قرمز ایران برای گروه های به گفته وی تروریستی است. وی هشدار داد اگر گروه تروریستی داعش از این خط قرمز عبور کند با اقدام قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد. گروه داعش که دیدگاه های بنیادگرایانه مذهبی دارد همکنون هدف حملات هوایی اعتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و همچنین مقابله زمینی نیروهای کرد، شیعه و ارتش عراق قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران میگوید که به نیروهای عراقی در مبارزه با گروه داعش مشاوره نظامی میدهد. در ماه گذشته گزارش های متعددی مبنی بر فعالیت و کشته شدن برخی از فرماندهان ارشد ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق منتشر شده بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده عملیات اگر عملیات شناسایی مخالفان میان روی سوریه با پیشرفت کنونی ادامه یابد طرح آموزش و تجهیز آنها می تواند از اوایل بهار آغاز شود پنتاگون روز سهشنبه 16 ده اعلام کرد ارتش آمریکا در تلاش خود برای شناسایی مخالفان میان روی سوریه به منظور آموزش نظامی به آنها در مقابل با گروه تروریستی داعش پیشرفت داشته است بر همین اساس مأموریت آموزشی ارتش آمریکا می تواند از بهار آغاز شود به گزارش رویترز دریادار جان کربی معاون مطبوعاتی وزیر دفاع آمریکا خبر برنامه‌ریزی آنکارا و واشنگتن برای انجام توافقی در ماه جاری میلادی برای آموزش و تجهیز مخالفان میان روی رژیم بشار اسد را تاکید کرد این اقدامات بخشی از تلاش های دولت آمریکا در جهت مقابله با تروریست های دولت اسلامی در عراق و سوریه است. به گفته جان کروی سلشکر مایگل نگاتا، فرمانده نیروهای ویژه آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر در حال مذاکره با گروه های مخالف رژیم سوریه است تا افراد و گروه های واجد شرایط برای آموزشها و تجهیزات را شناسایی کند. به تأکید کرد اگر پیشرفتی که هم اکنون در کار شناسایی وجود دارد ادامه یابد اوایل بهار امکان آموزش و تجهیز مخالفان میان روی سوریه وجود دارد پنتاگون امید دارد بتواند به مدت سه سال هر سال پنج هزار نیروی میان روی سوری را آموزش دهد ترکیه، عربستان سعودی و قطر توافق کرده اند که میزبانی پایگاه های نظامی آموزش شورشیان را بر عهده بگیرند با این همه معاون مطبوعاتی پنتاگون از محل این آموزش اطلاعاتی ارائه نداد. آمریکا از اواسط سال 2014 حملات هوایی خود به مواضع تروریست های دولت اسلامی در عراق و سوریه را آغاز کرده است. از آغاز عملیات آمریکا در عراق از ماه اوت و در شروع این عملیات در سوریه از سپتامبر اعتلاف جهانی ضد گروه تروریستی دولت اسلامی که به رهبری آمریکا شکل گرفته است بیش از 1300 حمله هوایی به مواضع گروه دولت اسلامی انجام داده است. جان کربی درباره وضعیت کنونی منطقه گفت: حملات هوایی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا به همراهی مبارزات زمینی نیروهای عراقی و کرد فعالیت‌های تروریستی دولت اسلامی را کند کرده است. خبر تجهیز و آموزش نیروهای میان روی مخالف دولت سوریه ابتدا از سوی یکی از مقامات ترکیه در آنکارا منتشر شد. آنکارا قصد دارد با این اقدام همزمان با هم فشار بر دولت اسلامی و دولت سوریه را افزایش دهد از سوی دیگر هی در عبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه 5 ژانویه اقوام و اشایر عراقی را به قیام و انقلاب اشایری در برابر دولت اسلامی فراخواند ارتش عراق در چند ماه اخیر توانسته است با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع دولت اسلامی با حمایت شبه نظامیان شیعی و اشایر سنی پیروزی هایی را به دست آورد و نیروهای دولت اسلامی را از بسیاری مناطق عقب براند روز دوشنبه نیز سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد مدافعان کرد کوبانی که در برابر تروریست های گروه دولت اسلامی مقاومت می کنند و در حال مبارزه با آنها هستند توانستند کنترل 80 درصد شهر را بازپس گیرند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از این دستور اعزام 3000 نیروی نظامی آمریکایی را برای مشاوره و همکاری با ارتش عراق و برای آموزش 12 تیپ از سربازان عراقی از جمله 3 تیپ از های کورد صادر کرده است. دولت اسلامی که با نام دولت اسلامی عراق و شام داعش اعلام موجودیت کرد یکی از رادیکال ترین گروه های اسلامگرا در خاورمیانه است که رویای تغییر نقشه منطقه و اسلامی کردن آن را دارد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ماه ژانویه سال جاری به تهران سفر می کند و با مقام های جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. مولود چاووش اغلو وزیر خارجه ترکیه ماه گذشته میلادی در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیاش برای آماده سازی این سفر دیدار و گفتگو کرده بود. حمله انتحاری یک زن به یک کلانتری در شهر استانبول ترکیه موجب کشته شدن یک افسر پلیس شد. هفته پیش نیز یک گروه چپگرای مخالف دولت با حمله به دفتر نخست وزیر ترکیه اعلام کرده بود به زودی حملات بیشتری را علیه دولت تدارک خواهد دید. بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. ساعت 17:30 دقیقه اصر روز سهشنبه کلانتری شعبه توریسم واقع در محله سلطان احمد شهر استانبول هدف حمله انتحاری زنی قرار گرفت که ادعا میکرد کیف پولش رو گم کرده این زن با این ترفند در واقع تونست وارد کلانتری بشه و بلافاصله بمبی که همراه خودش بود رو منفجر کرد در اثر این حمله انتحاری یک افسر پلیس ترکیه کشته شد و سه نفر دیگه هم زخمی شدن که حال یکی دیگه از مجروحین وخیم اعلام شده و ساب فرماندار شهر استانبول که به همراه رئیس پلیس این شهر بلافاصله در محل حضور پیدا کرده بود به رسانه‌های ترکیه گفت که این زن به زبان انگلیسی صحبت میکرده خود عامل انتحاری هم در جریان انفجار بمب کشته شد اما هنوز نه هویت اون و نه ملیتش مشخص نشده اگرچه تلاش‌های مقام‌های امنیتی جهت شناسایی هویت این زن ادامه داره محله تاریخی سلطان احمد یکی از مهمترین و شلوغترین مراکز توریستی ترکیه هستش که سالانه میلیون نفر بازدید کننده داخلی و خارجی داره وقوع این حمله تروریستی اون هم در چنین محلی باعث شد تا ساعتها حرکت قطار شهری از این مسیر متوقف بشه البته منطقه کاملا تحت پوشش امنیتی پلیس قرار گرفته اما شبکه دولتی ترکیه از قول پلیس شهر استانبول هشدار داده که این احتمال وجود داره حملات مشابهی در دیگر نقاط شهر رخ بده اما تحلیل و نگاه رسانه‌های ترکیه به این حمله تروریستی چی هستش در واقع اگرچه تا لحظه تنظیم این خبر هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته اما از آنجایی که هفته گذشته یک گروه چپگرا تحت عنوان جبهه انقلابی نجات خلق ترکیه کاخ دلماباخچه باغچه که در مجاورت دفتر نخست وزیری ترکیه هستش رو مورد حمله قرار داده بود و اتفاقا تهدید کرده بود که حملات مشابه دیگه رو به زودی تدارک می‌بینه شاید زیاد حمله انتحاری دیروز برای رسانه‌ها و مقامات امنیتی شهر غیر منتظر و مبهم نبود الان آنطور که برخی روزنامه ها مثل جمهوریت یا هوریت به حادثه تروریستی هفته پیش اشاره می کنن در واقع بر این گمان و احتمال هستند که حمله انتحاری دیروز هم در ادامه تهدیدات این گروه هست که اتفاقا در ترکیه فعالیتش ممنوع اعلام شده و در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته این گروه حتی دو سال پیش یک حمله مشابهی رو به سفارت امریکا واقع در آنکارا صورت داده بود آنطور که از بیانی های این گروه برمیاد در واقع انگیزه این گونه حملات تروریستی برمیگره به حوادث پارک گزی و کشته شدن نوجوان 15 ساله ترک برکین البان و به عبارت دیگه این گروه مخالفت جدی خودش رو با حزب عدالت و توسعه با این گونه حملات داره اعلام میکنه و دولت رو در واقع مسئول مرگ این نوجوان ترک میدونه آزمایش واکسن جدید ابولا برای اطمینان از بیخطر بودن آن در دانشگاه آکسفورد آغاز شده است. این واکسن جدید پیشتر در میمونها ایمنی کامل در مقابل ویروس ابولا ایجاد کرده بود. این دومین باری است که در چند ماه اخیر آزمایش واکسن ابولا بر روی انسان در این شهر انگلستان انجام می شود. قرار است در این مرحله واکسن بر روی 72 فرد سالم 18 تا 50 سال آزمایش شود و تیم تحقیقاتی قصد دارد کار تزریق واکسن به تمام داوطلبان را در یک ماه آینده به پایان برساند. شیوع سریع ویروس مرگبار ابولا که فعلا درمانی برای آن وجود ندارد به تحقیقات برای ساخت واکسن ابولا شتاب بسیاری بخشیده است نیروهای ارتش سربستان، آمریکا، رومانی و بلغارستان رزمایش نظامی مشترکی تحت عنوان شیر پلاتین 2015 را در جنوب شرقی بلغارستان آغاز کردند. در این رزمایش 40 نیروی ارتش سربستان، 250 تفنگدار دریایی آمریکا، 140 سرباز بلغاری و 25 نیروی ارتش رومانی شرکت دارند. هدف از این رزمایش نظامی ارتقاء مهارت سربازان برای مأموریت در یک محیط چند جانبه و بهبود قابلیت همکاری عملیاتی میان نیروهای چند کشور گزارش شده است پس از بروز بحران در اوکراین ارتش آمریکا تمرینات نظامی با ارتشهای بلغارستان و رومانی در منطقه دریای سیاه را افزایش داده است یک منبع خبری در فرانسه مدعی شد که پاریس ناو اتمی شارل دوگل را به زودی راهی خلیج فارس خواهد کرد. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می‌دهد. یک سایت اینترنتی مشهور به دریا و دریانورد که خبرهای معمولا درستی رو منتشر میکنه مدعی است که ناو اتمی شارل دوگل به زودی راهی خلیج فارس و اقیانوس هند خواهد شد و از اونجا که هنوز نه کاخ الیزه و نه وزارت دفاع این خبر رو تکسیب نکردند خبر نوعی تایید شده به حساب می آید اصولا ناو اتمی شارل دوگل در سال چهار ماه به معمولیت می رود و معمولا هم به آبهای اقیانوس هند البته در روز دوشنبه آقای اولان در یک مصاحبه رادیویی گفته بود که در مورد داعش فرانسه کوتاه نخواهد آمد و در مورد سوریه و لیبی هم فعلا قصد نظامی وجود نداره مگر شورای امنیت سازمان ملل تصمیم دیگری بگیرد فرانسه و امریکا دو کشوری هستند که چنین ناو مجهزی رو دارند و قبلا هم حدود ماه سپتامبر 12 سپتامبر وقتی های اولاند به عراق رفته بود به صورت ناگهانی در آنجا هم گفته بود که در مورد داعش و تروریسم فرانسه کاملا در کنار دولت های قانونی خواهد ایستاد روز دوشنبه وقتی آقای لودریان از سفر خودش به شمال افریقا برای جشن های سال نو بازگشت او نیز چنین احتمالاتی رو گوش زد کرد اگرچه امروز در حالی که این گزارش رو میبینید آقای هولان در ایستگاه قطار مونپارناس حاضر شده تا گروه تجسس و امنیت رو که در تمام معابر عمومی فعالیت دارند بازدید بکند از طرف دیگر امروز ساعت شش بعد از ظهر به وقت پاریس آقای اولان در کاخ الیزه در مراسم جشن ها و تبریکات سال نو تمام فرقه ها و رؤسای مذهبی رو به حضور خواهد پذیرفت پاریس تلویزیون ایران فردا محمد سرافروز رئیس سازمان صدا و سیما با صدور حکمی پیمان جبلی را به معاونت خبر این سازمان منصوب کرد. با انتصاب آقای جبلی به این سمت عنوان معاونت سیاسی در این سازمان حذف شد. پیمان جبلی مدیر رسانه شورای عالی امنیت ملی در دوران سعید جلیلی بود. بنابراین ممکن است انتخاب او صدا و سیما را به سوی اسلامی شدن بیشتر سوق دهد. پیمان جبلی که از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق است پیش از این پست های دولتی بسیاری از جمله مدیریت دفتر شبکه العالم در بیروت و معاونت رسانه‌ای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت را بر عهده داشت یک واحد خبازی نان بربری در ورامین به دلیل ارزان فروشی و عرضه نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب پلم شد. این واحد نانوایی نان بربری را 100 تومان ارزانتر از قیمت می فروخت و روزهای پنجشنبه نیز نان را به صورت رایگان به مردم عرضه کرد. محمد رضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت امیدواریم که اصولگرایان نیز به یک جنبندی خوب برسند تا شاید یک انتخابات پرشور و دو قطبی برای مجلس آتی باشیم این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رهبری جریان اصلاحات گفت در حال حاضر زود است که از مدیریت جریان در انتخابات بگوییم اما قطعا در انتخابات به سمت یک رهبری خواهیم رفت احمد رحمانیان معاون غذایی دادگستری استان فارس میگوید زریب نفوذ محور در کشور عمیق است و بینندگان بسیاری دارد آقای رحمانیان با بیان اینکه با اقدامات سلبی نمیتوان از آثار مخرب محفاره ها دور ماند از سازمان صدا و سیما به عنوان مهمترین نهاد مسئول در مبارزه با برنامه های شبکه های ای نام برده است آقای رحمانیان گسترش پدیده ازدواج سفید در جامعه ایران را یکی از آثار شبکه های ای دانسته و افزوده این برنامه ها مشغول تغییر سبک زندگی مردم هستند با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله فاصله پس از خبر پخش میشود شب و روز شما خوش <متصفح>